امیر محمد، مادر مهربون چه مادریه؟ مادری که همه کارا رو بچه هاش بکنه. یعنی چی؟ مادری که برای سالم بودن بچه هاش هر کاری بکنه، حتی تازه بشه صدمه ببینه. مادری که جله یه لشکر آدم هایسته بخاطر اینکه بچهش هیچیش نشه. مادری که یه خار وقتی تو پای بچهش میشه، وقتی یه خار تو پای بچهش میره هزار جور آه و ناله میکنه. مادری که دو دقیقه بچهش دور میمونه هزار جور فکر میکنه، میگه که بچه‌م کجای الان چیکار میکنه، شام خوردی یا نه، نهار خوردی یا نه، سالمه، اتفاقی براش نیفتاده. مادری که نگران باشه، مادری که حس مادری داشته باشه، مادری که برای هر کاری که مثلا بچهش بخواد هر تلاشی که بکنه، مادری که اگه مثلا بچهش یه چیزی میخواد سعی میکنه اونو برش بگیره، مادری که حاضر خودش توی گرمای تابستون و سرمای زمستون بخوابه ولی پسرش یه شب بیرون نخوابه، یه شب غیر راحت نخوابه. امیر محمد، فکر کن که این فکر خیلی شیرینه، کاشکی منم میتونستم این فکر رو بکنم که مادرت از زهراست و میخوای باش حرف بزنی. چی بهش میگی؟ چی ازش میخوا؟ یا مامان جون، نمکم حق مادری رو ادا کردی، همه کار برام کردی. باش حرف بزن. با اون همه آدم، حتی پشت دری که داشتن لگت میزدن، بازم آقا محمد کردی. جلو چشه داشتن در آتیش میزدن ولی باز کم نیاوردی. گوشواراتو کندن، تو سرت زدن، سیلی زدن، شلاق زدن، کم نیاوردی. بدر حضرت علی یه رشکر آدم بودی، اون همه آدم جلو شما کم آوردن، شما چی؟ نه، حق مادری آقا یه این کارتون ادا کردی. برای خودت چیزی ازش میخوای؟ مامانت دیگه، بهش بگو سالم باشم، همین که آرزو خودم نیهد. این آرزو برای همه مادرهای پسرشون همیشه سالم باشه. شده برای حضرت زهرا نامه بنویسی؟ یه دفعه برای مسابقه بود که بهترین نامه تو مدرسه برای حضرت زهرا بنویسی. خب یادته؟ تقریبا نوشتم که سلام، منو میشناسین چون تقریبا تو همه حیاتاتون بودم، خودمون روزه داریم، براتون ربایی میخونم، تو یه گروه فرهنگی هر سال میام، سه سال تازه عضو شدم ولی همون سه سال سعی میکنم هر پستی به هم بدم بهترین کار رو بکنم. یکی هم این بود که دلم گرفته بود، گفتم مادرم حالش خوب نبود، گفتم چیکار کنم. خواهرم گفت یه نامه برای حضرت زهرا بنویس، حضرت زهرا حالشون خوب نبود. گفتم که سلام خانم، خوب هستی؟ شما خودتون درد و رنج کشیدی، پسراتون هم کشیدن، لطفا مادرم منو خوب کنید لاغر من اون درد و رنج رو نکشم، چون هیچ بچه دوست نداره مادرش مریض ببینه یا اینکه حال مادرش خراب باشه.
این کتابو می‌شناسی؟ کشتی پهلو گرفته. من آقای سید مهدی شجاعی. اگه نخوندیش حتما بخون و توصیه میکنم هم یک دو روزم بخر و بخون. خیلی کتاب خوبیه و از زبون پیامبر، از زبون حضرت خدیجه مادر، حضرت فاطمه، از زبون حضرت علی، از زبون بچه های حضرت زهرا، داستان اتفاق احراق در و اتفاقای قبل و بعدش رو توضیح میده و خیلی قلم عجیب غریبی داره. من اینو یه قسمتشو الان میدم تو بخون و ما کیف کنیم با خوندنتون. اگر تو فاطمه نبودی با آن عظمت دست نیافتنی و من هم حسن نبودم با این قلب رقیق و دل شکستنی، باز هم سفارش تو مادر، سفارش تو مادر گریه نکردن عملی نبود. چه رسد به این که تو فقط یک مادر نیستی، تو فاطمه ای، تو زهرایی، اطهری، تو محبت و محبوب خدا و پیامبری. چیزی هست مونده باشه دوست داشته باشی بگی؟ میخوام بگم برای اونایی که شیعه نیستن یا حتی شیعه هم ولی حضرت زهرا رو قبول ندارن یا میگن که واقع فاطمیه چیز علکیه، میگن که شما خودتون مادر دارید، مادرتون قطعا اونایی که بزرگ سالم به رقری روزی از دست میدن. این فکر کنین خودتون جه بچه های حضرت زهرا، خوشتون میاد وقتی مادرتون یه بلای سخت سرش بیارید ولی از روی هوا بگیم که نه یه اتفاق نیفتاده، مردم بگم نه یه اتفاق نیفتاده، چجوری جورت داریم که ایشون ائمه اطهارن، پدرشون پیامبرن، به غیر از کلام و هیچ چیزو نمیگن، به این خانواده، به دختر این خانواده لقب دروغگو میگین؟ همش اتفاق نیفتاده، از کجا سند میاری؟ این همه کتاب داریم که حتی بعضی از همونایی که حمله آوردن به خونه حضرت زهرا اومدن و گفتن که آره همچه اتفاقی افتاده، شما چه سندی میگین که یه اتفاق نیفتاده؟ اون دنیا میخواین جعبه ائمه رو چی بدین؟ چیز دیگه ها؟ نه، عالی بود، سلامت باشید، قربونت، مرسی. انشالله که همیشه پیش مادرت سربلند بشی، خانوم فاطمه همیشه برات دعا کنن، لبخند بهت بزنن، کیف کنن با لبخند تو و هر روز که بزرگتر میشی به ایشون نزدیکتر میشی. سلام یا علی، ممنونم.